سلام. سلام خانم. ببخشید ممکنه دفتر رو نشونم بدید؟ بفرمایین از این طرف. بفرمایین از این طرف. یا حضرت عباس بازم رفت رو پشت بوم. وای بابا تراب، مگه به تو نگفتم در پشت بوم همیشه باید بسته باشه؟ بس چرا باز بوده؟ چرا بازه؟ سب کن خانم نازه، من با خودت ببر بری. خانم چفی، این برنامه درسی شماست. خیلی ممنون. قبلا میخواستم گفته باشم که ما هممون خوشحالیم از اینکه یک روانشناس به مدرسه ما وارد شده. واقعا خوشحالی. منم خوشحالم، چون برای من درس دادن به بچه های ناسازگار مثل یه مبارزه است. خب الحمدلله که شما یک معلم سرد و گرم چشیده و مبارزی هستید، وگرنه با این شیطنتایی که ما تو مدرسه داریم یک ماه هم بند نمیشه. خانم فخاری راجع به بچهای مدرسه کمی قلوف میکنن. اونطوران که ایشون میگن نیست. بله خانم صابری، برای شما اونطوران نیست، چون شما مجبور نیستین دنبال این وروجکا بالای ساختمون شیرجه بزنید. خانوما لطفا بفرمایید سر کلاس. متشکرم. شما بفرمایید. بفرمایید. بنشینید بچه ها. ایشون خانم شفیق معلم تازه شماست. امیدوارم با ایشون مهربان باشید و از ایشون خوب استفاده کنید. متشکرم. کلاس در اختیار شماست. خیلی ممنون. بشینید.
پس نقاشی شما کجاست؟ من دیدم داشتی نقاشی میکردی. خب اگر ممکنه به منم نشونش بده. دومین دومین. آها تو کشوی میزشه. مگه تو به من قول ندادی که دیگه شلوغ نکنی؟ امروز این دفعه دومته. دیگه مشکلی نیست خانم رازم، شما بفرمایید. شما هم بشینین سر جاتون و دیگه بدون اجازه من هیچ کس از کلاس خارج نمیشه. دیگه مشکلی نیست خانم رازم. بله ولی آخه بذارید به عهده من. بسیار خوب. خیلی دختره بی ادب و تنبل. این چند روز گرفتار بودم، نمیتونستم بیام. باشه حتما، شما گله نکنید. نه بابا، مادر جون چشم چشم، شما همش میگین که این کارو نکنید. بابا نبید تشم میارین که بریم. الو نه با شما نبودم. چشم خدا حافظ شما، میبینم اتون. خدا حافظ. برای امروز کافیه، راجع به کلاس دوم هم بعدن صحبت. بله. شما هنوز نرفتی؟ شنیدم سهرابی اذیتتون کرده. مهم نیست، عدم تعادل روحیش برام غیر منتظره نبود. خانم شفیق، شما همین عدم تعادل و شرارت اونو گزارش کنین تا ما هر چه زودتر پروندهشو بزنیم زیر بغل پدرش. ولی چرا؟ برای چی؟ برای چی؟ خب معلومه، مگه همین امروز شما را خود شما را اذیت نکرد؟ از نظر من هیچ مشکلی پیش نیاد. راجع به این موضوع بعداً هم میشه صحبت کرد. من امروز عجله دارم، آخه یه مهمون عزیز برام میاد. مادر شوهرم. خدافظ. ببینید خانم، یه مدرسه برای ادامه کارش احتیاج به آرامش داره. عناصری مثل اون سهرابی شرور و تنبل برای آرامش مدرسه حکم یک میکروبو دارن. وظیفه ناظم سرکوب این میکروباست.
برای بردن دیر کردن؟ سلام آقای جلالی. بله جناب خلیل خان. حال شما چطوره؟ خوبی؟ منی چطوری؟ الحمدلله خوبه. چطوری امو؟ به دست سوخته. مبلغی هم که فرمونده بودین گذاشتم رو کرایه، قابلی نداره. کسی که اجاره عقب افتاده آتیش نیست. آشو خدمتتون. نه بریم تارو. خیلی ممنون. بخ بسه گاره سو بکنه سهه هم داختم شد تا سلام آقا جون. بچه ها چه خبره؟ چپیده بودن زیر نیه. خب با اجازتون آجان بفرمید آقای سرابی. بفرمید آقای سرابی. آقای ملی جونم که باز کردید، مبارکه. بله خیلی ممنون. ببین ملی جان، امروز یه حرکت جدید یاد گرفتم. نگاه کن ببین درسته؟ تو چرا غذا نمیخوری؟ تو چرا غذا نمیخوری؟ چی شده؟ چرا پکری؟ بازم تو مدرسه دعوا مرافعه رو انداختی؟ آها فهمیدم، اون خانمه که صدام کرد. اخ
خدایا زله شدم از کنشون از خواستم. آخه چرا آروم نمیگیری؟ میخوای از مدرسه اخراجت کنن؟ فقط اینو بدون اگه یه ورقه خلافه بیاد رو پروندت اخراجی، میشه یه بیسواد کور و کر. همین سرکشی کنه. چیزی نیست. سلام. سلام. سخت مشغولی. دارم پرونده یکی از بچه ها رو میکنم. حدس میزنم. پرونده ملی هست نه؟ الان تو حیات دیدمش. نمیدونستم اون مادر نداره. آره با پدر زندگی میکنه. پدر و مادرش کی از هم جدا شدن؟ والا نمیدونم. یعنی هیچ کس چیز زیادی از اونا نمیدونه. خودش که نمیتونه حرف بزنه، پدرش هم راضی به حرف زدن نمیشه. اونا آدم های عجیب غریبی هن. هیچ کس نمیدونه که ملیه چی هست و چی نیست. جواب این دو سوال را بنویسید و به من بدید. سراب جان اون سال یادت با هم دیگه رفتیم شکار واسه یه ببخشید ممکنه یه خواهش بکنم ازتون این چراغ قوه رو اگه ممکنه شبا رو پشتمون روشن نکنید چون این کار ملیه ما رو ناراحتش میکنه مگه ملیه از چراغ قوه نترسه
بله بله چش چش. ولی به نظر من جناب سهرابی اینجور اختلالات در این بچه ناشی از نبودن زن تو خونه است. نه آقای جلالی، بچه من دیوونه نیست. نه منظورم این نبود. بدونم چا برو، منظورم اینه که تا وقتی که مادر خدا بیامرز ملی زنده بود، ملی کی قش ضعف میکرد. شب بخیر. مرچه برداشته تمام خونه رو صفت کن. مرچه برداشته همین موسم آزیاد که از درست انداخته. ولش کن ولش کن، از فردم را بود مارا اقرب و روکل میاری تو خونه. ولش کن آقای سهرابی. آقای سهرابی این کیتی ما رو شما ندیدید؟ ملیسا چی شده؟ ببین غلط کرد. مرچه عمل خودت. ببین رو پشتمون هستم. بس نوی جان بس. این بچه رو برای چی میزنی؟ ای بابا اینجا ما بگیره. بس 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 بس. بنابراین به ترتیبی که گفتم برای اطفاء حریق شخص از پتو استفاده میکنید. اگر چنانچه پتو در دسترس نبود از آب استفاده میکنید. همونطور که توضیح دادم برای اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال هم از شیوه استفاده از کپسول کمک میگیریم. ببخشید ببخشید کلاس رو تو اداره کنم. چی شده خلیل؟ صبح تو نخت بودم، حسابی حالت گرفته است. دارم داغون میشم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. روز به روز داره وضعش بدتر میشه. کی؟ علیه؟ دیروز اگه نجوم بیده بودم یه مغازه ریخته بود به هم. سر یه جریان ساده اینقدر جیغ کشید که به گریه من داخت. بعد که برای اولین بار مجبور شدم کتکش بزنم. میگم چیزه چطوره بذاریش یکی از این بیمارستانهای مخصوص؟ یعنی دیوونه خونه؟ نه آقای عباسی، بچه من دیوونه نیست. بچه من دیگه خودش همینه دیگه. اون تو با کسی میخواد درد دل بکنه میگه ببرش دیوونه خونه. نه ببین خلی، من منظوری نداشتم، نمیخواستم ناراحتت کنم. سهرابی! سهرابی!
خب 12 تقسیم بر 3 چند میشه؟ خب 12 تقسیم بر 3 میشه 4. فهمیدین؟ خیلی خوب. حالا یک جور دیگه حساب میکنیم. به این قوطی کبریت نگاه کنید. توی این قوطی 12 مورچه هست. حالا من درش را باز می کنم تا مورچه ها را به 3 دسته تقسیم کنم. همه اشکالش برای همین بود ها؟ برای همین بود. سلام علیکم. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خوبی. حسنا باش. قربونه. ببین اگه زیاد طول می‌کشه ما می‌تونیم ماشین بگیریم بریم. نه جون تو. فقط یه پلاتین عوض کردن چیزی نیست. تموم شد. ها بیا. تموم شد. اصلا آقا. جانا. یه ماشین خوب و ارزون واسه این رفیقمون سراغ نداری؟ چند تا ماشین داری این اگه به درشن؟ چه قیمت داری میخواد؟ هر چی باشه، ارزون باشه برای چند تا هست ششون میخواد؟
چرا نمی نویسی؟ یعنی تو حتی نمی دونی جمع دو عدد ساده چند میشه؟ تو هیچ می دونی اگر این سالم رفوزه بشی دیگه تو مدرسه رات نمی دن؟ خیلی خوب، جواب این سوال اول میشه 25. حالا بنویس. گفتم بنویس 25. بنویس. یعنی تو نمیتونی بنویسی 25؟ من با تو نیستم. بنویس 25. مگه با تو نیستم؟ میگم بنویس 25. تو باید بنویسی. بنویس. بنویس. میگم بنویس 25. ببینم، بگو او، بگو او، او، آره، آره، آفرین. مریم جون تو بگو، بگو پرستو. پرستو. ببین ببین، ببین، بگو. آها، آفرین، آفرین، بگو پرستو. پرستو. آفرین مریم جون، حالا زیبا تو بگو پرستو. پرستو. ببین، آره، بگو یه دفعه دیگه، بگو پرستو. آها، ببین الان اینو خاموش کن ببینم با ت. آفرین، آفرین. حالا تو ملیه جون تو بگو پرستو. به پدر میگم که به درسا گوش نمیدی. همین امروز بهش میگم. مریم حیدرزاده، لیلا رحیمی، ملیحه سهرابی. عزیزم تو که هستی؟ چرا دستتو بالا نمی کنی؟ شما گزارش کنین تا همین امروز از مدرسه اخراجش کنین. هیچ کس نمیدونه واقعا ملیحه چه چیز هست و چه چیز نیست. آقای سهرابی،
سلام استاد. بابا سلام دکتر. از دانشگاه تماس گرفتن. این هفته کلاس روان درمانیتون تو سالن کنفرانس پزشکی برگزار میشه. خب چه نمیشه؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون، مرسی استاد. قرار کجا کشید بالاخره؟ ببینین استاد، اون واقعا مثل یک دهش تسخیر ناپذیره. من با همه بچه‌ها به راحتی تونستم ارتباط برقرار کنم، با همه‌شون. ولی در مورد ملیه متاسفانه همه یه تلاشان بی اثر بوده. اون سلس اول حتی یه نمره قبولی هم نیوورد. به نظر میرسه اون داره از دنیای اطرافش انتقام میگیره. انتقام؟ انتقام چه چیزی رو استاد؟ نمیدونم. در پرونده هم که به من دادی اطلاعات ناقصه. باید بیشتر کار کنی، یادداشتات ادامه بدی، تحقیقات بیشتری بکنی. به نظر من لایه‌های درونی ذهن این بچه به علتی ناشناخته داره آزار می‌بینه. باید این علل رو کشف کنی. این کار رو خواهم کرد، حتی اگر مجبور بشم تمام شب و روزم رو وقت بذارم. ولی چرا؟ چی فرمودید استاد؟ چرا این دانش آموز اینقدر برات جدی شده؟ فقط برای اینکه معلمش هستی؟ عجیبه، تا به حال این سوال رو از خودم نکرده بودم. یادمه یه بیماری داشتم حتی از اسم خودشم متنفر بود. بعدم نمیاد این موجود تسخیر ناپذیر تو ببینم. بیارش یه روز بیار کلینیک ببینم. مریم حیدرزاده. من لیلا رحیمی. من مهرناز صادقی. امروز خیلی خوشحالی نکنی واسه اینکه جمعه است و از شر اون بچه هایی. نه خوشحالم چون ملیحه به من نگاه کرد. مادر دارن زنگ میزنن. من دارم چای میریزم براتون. ببین کیه. میبخشی جای جون. تنها موندین؟ شما چرا زحمت کشیدین؟ چه زحمتی؟ ما به شما زحمت میدیم. میبخشید، من قد شروع کردیم. شما باید ببخشید. پروانه خیلی تنهاست. هم صحبتی با شما خوشحالش میکنه. مادر جان، داشتم عکسای عروسیشون رو نگاه میکردم. بوسه چی از هم جدا شده؟ شوهرش خیلی بچه دوست. پروانم خودش کنار کشید که لااقل اون به آرزوش برسه. الانم تو شهرمون زن داره و دوتا بچه. حالا میفهمم واسه همینه که ملیه همه چیزمون شده. داداش از شیراز برامون آبولیمو فرستاده. چی شده؟ هیچی مادر. بفرمایی خواهش میکنم. بفرمایی. بوغ ماشین محموده اومده عقبم. آره خودشه. خب بگو بیام تو. نه دیگه من دیرم شده پروانه جون، باید برم. میبخشی همه اینا موند برا تو. نگران نباش، من درستشو میکنم. پروانه مواظب خودت باش. دستی دستی هم دستی دستی هم
ببین این ستون کلاس رو ناقص کرده. من اصلا نمیتونم ملیحه رو ببینم. حالا چرا رفته اون پشت؟ فوق‌العاده باهوشه. فهمیده که داریم کنترلش میکنیم. چای زیاد بود نشده. ممکنه این ماشین بدجنس از توش فرار کنه. اونا تو این بارون دارن چی کار میکنن؟ ظاهراً گلبازی. اینطوری هیچ کس دیگه جای این ماشین بدجنس رو پیدا نمی کنه. درسته؟ این یه رازه. یه رازه بین من و تو. منو تو. یعنی چی؟ این خانم شفیق زده به سرش. الان این بچه سرما میخوره. اونم این بچه با اون بابای داد فریادیش. خانم فخاری، شما خودتون رو ناراحت نکنید. بذارین به حال خودشون باشه. ولی آخه توی این بارون شدید، آخه خانم شفیق هم میدونن که بارون شدیده. لطفاً راحتشون بذارین. خب حالا یه مسابقه دو میدیم از اینجا تا شیر آب. حاضری؟ Thank you.
سلام آقای سهرابی، من معلم دخترتونم، بفرمایید شما رو برسونم. سلام خانم معلم، خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشیم. بفرمایید، خواهش میکنم، با شما کار مهمی داشتم. خواهش میکنم. بهتون تبریک میگم، دختر هنرمند مستعدی داریم. خیلی ممنون. تو این دو ساله شما اولین کسی هستین که این حرفو میزنین. تشکر لازم نیست، من واقعیتو گفتم. یادش بخیر، همیشه میگفت ملیه ما یه نابغه است. منظورتون مادرشه؟ بله، آخه ملی با کمک مادرش تو 4 سالگی خوندن و نوشتن رو یاد گرفته بود. آقای سهرابی، ممکنه باز اطلاعات بیشتری به من بدید؟ ببینین، من بارها میخواستم راجع به ملی با شما صحبت کنم، ولی هر بار شما رفته بودید. خواهش میکنم به من اعتماد کنید، راحت باشید. اجازه بدید جای مناسبی پر کنم. مش از اون روزی شروع شد با جلالی همسایه‌مون می‌خواستیم بریم شکار. حالا نمیشه یه امشب برام بمونی؟ نه بابا جان، گفتم باید برم، باید برم دیگه. آقای سهرابی، زندگی که باز من درست کردی. امشب تولد دخترت و آقا به سعی شده بره شکار. آقا جان، اینجوری فایده نداره. آقا بابا صبح زود اونجا باش. بابا جان بده به من. بده به من، چقدر پیله‌ای ول کن دیگه. خداحافظ علی جان. تو چجوری در میاد درونو بشکنی؟ آقا جان من چی؟ چی بابا جان؟ من چی؟ چیزی نیست. بریم بریم سوار. برو. وقتی از شکار برگشتم، مادرش رو تو سردخونه پیدا کردم، ملیه رو تو بیمارستان، در حالی که هزیون میگفت و دچار جنون شده بود. مگه مادرش سابقه بیماری؟ نه نه، علت اصلی مرگ زنم سکته و خفگی در آب استخر تشخیص داده شده بود. روپاشم از سر تلای بچه های جلالی دیده می شد. پروانه جون دیر وقته، نمیخوای بخوابی مادر؟ آخه خسته شدی؟ خسته نیستم مادر. روز خوبی رو داشتم. خوشحالم که سرت گرمه و تنها نیستی. شب بخیر.
بشینید. بچه ها، این تابلوی راه نمایی است. این تابلوی ایستگاه اتوبوسه. این تابلوی محل عبور اطفاله. بیا جلو، بیا بیا رو نیمکت اول بشین، بیا بشین رو نیمکت اول. بچه ها، کی حاضره کنار سهرابی بشینه و با اون دوست بشه؟ مطمئن باشید که اون دیگه با شماها دعوا نمی کنه و دوست خوبی برای شماها میشه. خب کی حاضره؟ آفرین دختر خوبم، بیا جلو مریم جون، بیا. بچه ها، برای مریم همه دست بزنیم. خب حالا برو بشین. بچه ها نگاه کنید، این تابلو محل عبور اطفاله. مگه نمیخوای بری خونه؟ نگاه کن، ملیه برام شعر نوشته. پس شعرم میگه؟ چی نوشته؟ ملی سیاه است، اتاق سیاه است، ماشین های بزرگ سیاه است، معلم سفید است مثل برف، مادر سفید است مثل برف. بقیهش میتونست بیشتر از این باشه؟ ببین این همه دنیای اطرافش رو مختصر و زیبا بیان کرده. این نقاشی چه فضای عجیبی داره. Thank you.
بشینید. چرا مدرسه نیومدی؟ دعوتم نمی کنی بیام تو؟ مثل این که تنهایی نه؟ چقدر داغی؟ برای همین نیومدی مدرسه؟ خونه تو اون بالاست، درسته؟ ببین چون تو اون شعر قشنگ رو برام نوشته بودی، من اون هدیه رو برات آوردم. بیا بگیرش. مینا سهرابی کیه؟ مادرته؟ نمیخوای خونه رو نشونم بدی؟ جبه شدید مرچه ها رو جمع میکردی؟ خیلی جالبه. این چیه؟ مارمولکه. تو این لوبیا رو کاشتی؟ در اومده. من وقتی بچه بودم لوبیا تو گلدون میکاشتم. اتاقت خیلی قشنگه. قشنگه. خوبه؟ چقدر زیادن؟ رازه؟
ببین وقتی بهار بیاد توتی دیگه تنها نیست، پارک پر از پرنده میشه. چرا ترسیدی؟ ببین این فقط یه تله ساده است، نگاه کن همین. ولی اینجا چیکار میکنی؟ بریم زود باش. خب مثل اینکه پدر هنوز نیومده. خیلی خوب. فستونک میخوری؟ خب اگر دوست داری بخور. سلام خانم. سلام. خیلی خوش آمدید. دیدم ولیه نیومده بود مدرسه، نگرانش شدم. خیلی ممنون. ملی جان چرا پرده رو کشیدی؟ خیلی خوش آمدید. خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. خیلی خجالت مونده دین خانم. خواهش میکنم. اگر بابا اجازه بده فردا میام دنبالت که بریم گردش. خواهش میکنم. اختیار داریم. این حرفا چیه؟ فکر کنین دختر خودتون. آقای سهرابی میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم. میخواستم راجع به ملیحه با شما صحبت کنم. ببینیم اگه فردا بردینش بیرون مراقبش باشین، چون گاهی حالتهای عجیب و غریب پیدا میکنه. همین آقای سهرابی با قفسی که شما براش ساختید حالتاش هم زیاد عجیب نیست. الهی اتاقشو میگین؟ خب اگه ولش کنم خودشو از پشت بوم پرت میکنه پایین. ممکنه این پشت بومو به من نشون بدید؟ خواهش میکنم. حتما بفرمید. حادثه ملیه کجا نشسته بود؟ اونجا درست اونجا نشسته بود. یادم یه شمم رو که تولدش روشن کرده بود. مادرشم به همین علت اصرار داشت که من نرم. مامان به صاحبخونم اون قول داده بودم. تمام شب همینجا نشسته بود و شاهد قوطه‌ور شدن مادرش تو آب بود. چه زجری کشید. چی فرمودی؟ آقای زهرابی ماشینی که اون وقت شما داشتید سیاه رنگ بود، درسته؟ بله. ولی شما از کجا فهمیدی؟ خیلی خوب، من دیگه باید برم. خواهش میکنم. بزن بابا نمیتونم. شما ایش دنبال علتش بودین که چرا اون میره روی تراس یا روی پشت بوم مدرسه؟ والا چی بگم؟ اون هنوز دنبال خاطره مادرشه، چون شما آقای سهرابی نتونستید جای خالی مادرشو پر کنید. من به حد خودم خواستم کمکش کنم، ولی اون چی؟ اون برای من چی داشته جز سرشکستگی و خجالت؟ چی داشته؟
آقای سهرابی، شما پدر یک دختر فوق‌العاده باهوش و استثنایی هستید. فکر میکنید این کمه؟ خانم معلم، خیلی ممنون از این که ما رو دلخوشی میدین، اما این چه باهوش و استثنائیه که حتی تو کارنامش یه نمره قبولی نداره؟ اگر اجازه بدید فردا میام دنبالش. خیلی ممنون. البته اگه فکر میکنین که دنبالش. براش از دکتر وقت گرفتم. خدا خدا حافظ. خودکار منه. با توجه به آزمایشات انجام شده و تستایی که تا حالا انجام دادیم، به اضافه این الکترونسفالوگرام، خوشبختانه زایای مغزی در بین نیست. بله. ببینید آقای پروفسور، هر وقت دچار ناراحتی میشه این دارو رو بهش میدن. فنیلتیازین؟ بله. کدوم بیفکری؟ برای یه بچه ناسازگار فنیلتیازین تجویز میکنه. اون که یه هیستریک مادرزاد نیست. اصولا شیمی درمانی برای چنین بچه جایز نیست. اون حالا کجاست؟ بیرونه. بگم بیا تو. نه لازم نیست. ببینید خانم شفیق. خانم شفیق، خوب توجه کنید، شما با یک پدیده کاملا ویژه مواجهید. آقای دکتر جاوید با من در این مورد مفصلا صحبت کردن. باید خیلی مراقب باشید. این بچه در مرز سلامت و اسکیزوفرنی مطلق قرار داره. یعنی جنون؟ بله. آقای پروفسور، اون تازگی داره سازگاری نشون میده. واکنشاش هم طبیعی شده. میتونه موقت باشه. مشکل این بچه مشکل ذهنیه و این مسئله هنوز حل نشده. تمام ذهنیت اونو خاطری وحشتناک مرگ مادرش پر کرده. سیستم جایگزینی باید اعمال بشه. بهش زندگی بدین. سمبولای مرگ رو به زندگی تبدیل کنید. زندگی. باید چیکار کنم؟ راه حل مشخصی نداره، ولی لحظه پیروزی شما اون لحظه‌ایه که سطح های بازدارنده بشکنه و اون به حرف بیاد. حرف بزنه خانم شفیق، حرف. کیه؟
جالبه. مگه مامانم عینک میزد؟ فرمایش شما کاملا درست، ولی من برای امتحان مقرراتی داریم، نمیتونیم اونا رو نادیده بگیریم. خب منم مخالف مقررات نیستم، فقط میگم این بچه شرایط خاصی داره، نمیتونه در یک جلسه عمومی حاضر بشه. حقیقتشو بخواین من فکر میکنم اون در هیچ جلسه ای نتونه حاضر بشه و امتحان بده. شما خودتون که شاهد بودین اون در سلس گذشته حتی از یک درس نمره قبولی نگرفته، که هیچ نمره یک هم نگرفت. اون یک کنزهنه. نه اینطور نیست. ببینید این بچه در 4 سالگی خوندن و نوشتن رو بلد بود، و اگر تا دیروز از جواب دادن به سوالات امتحانی خودداری میکرد، خب دلایل دیگه ای داشت که داره رفع میشه. من خواهش میکنم این فرصت رو ازش نگیرین. نمیدونم والا، تصمیمش با خانم مدیره. خانم شفیق، منظورتون اینه که نمره های این امتحان خصوصی در کارنامش منعکس بشه؟ بله، بله، مسلمه. ببینین، ملیه سلس گذشته مردود شده. اگر این سلسم نمره نیاره، نتیجهش آخر سال اخراجش از مدرسه است و این بی‌انصافیه. ملیه به اعتقاد من میتونه با نمره های عالی این کلاس پشت سر بذاره. من خواهش میکنم این فرصت رو ازش نگیریم. من همه حیثیت حرفه‌ایمو در گرایی این امتحان میذارم. حالا که اینقدر اصرار دارید، باشه. خانم فخاری، لطفاً با مجتمع تماس بگیرید، ببینید در این مورد چی کار میشه کرد. باشه، بسیار خوب. خانم شفیق چی شد؟ دیگه داره دیرمون میشه. الان میان. کسانی هستن که میگن تو یک شاگرد کنزین هستی، اونا میگن تو حتی از نوشتن الف با معجزی، ولی ما دو نفر میدونیم که تو خیلی بیشتر از اینا هم میتونی بنویسی و هم درک کنی. درست عزیزم، من مطمئن هستم که تو شکل کامل هر کلمه ای رو که دیدی به ذهنت سپردی. میخوام فکر کنی و اون کلمات رو به یاد بیاری. ما میخواییم ثابت کنیم که تو کنزه نیستی.
باشه عزیزم. حاضری؟ میدونم، میدونم به خاطر نخوردن اون دارو حال مساعدی نداری. منو ببخش، مجبور شدم. یعنی هر دومون مجبور شدیم، وگرنه امسال رفوزه میشی و دیگه تو مدرسه رات نمیدن. ولی ما که صدای خانم شفیق رو نمیشنویم، شاید حروفو براش هیچی کنه. خانم فخاری، بهتر خودتون کنترل کنین. نگران نباشی، خانم مدیر با این گوشی میتونن صداها رو بشنون. به نام خداوند بخشنده و مهربان. فکرتو جمع کن عزیزم، تو بارها این جمله رو تو کتاب ها دیدی. بنویس: به نام خداوند. من نمیدونم این چه اصراریه که ما اینجا بشینیم و شکنجه شدن یک بچه رو تماشا کنیم. خب نمیتونه، مگه زورکی هم میشه دیکته نوشت؟ عزیزم، فقط به این جمله فکر کن، همه چیز رو از ذهن دور کن. ببین کجا تو این جمله رو دیدی. تو میتونی بنویسی من اشتباه نکردم. خواهش میکنم دقت کن، تو میتونی بنویسی من اشتباه نکردم. تو میتونی، خواهش میکنم دقت کن، بنویس: به نام خدا. خب من که باید برم، الان بچه هم دیگه از گشنگی در و دیوار می جوه. خواهش میکنم یه کمی صبر کنین، بهشون فرصت بدین. دختر نازنینم، اگر نمیتونی ننویس، ننویس. بهمن ماه بر درخت خوش ایده
بر درخت خشکیده مثل آب بود آن روز، مثل بهار بود آن روز. سرزمین ما ایران، سرزمین ما ایران، لاله‌زار بود آن روز. روز خنده ما، روز گریه دشمن، روز خنده ما بود، روز گریه دشمن. خانوما هر چقدر فرصت بدیم ایشون میگه و اونم مینویسه. تبریک میگم. خیلی ممنون. امیدوارم کوتاهی همه ما رو ببخشی. موفق باشی عزیزم. موفق باشی. خداحافظ. خانم شفیق، من خواستم از شما معذرت بخوام. من تو این 30 سال خدمتم هرگز چنین صحنه‌ای ندیده بودم. شما واقعا باید منو ببخشین. همه ما گاهی دچار بدبینی میشیم. تو باعث سربلندی و افتخار مدرسه مایی. کاش یکی از بچه ها مثل تو بوده. برای خانم فخاری نطقای خیلی سخت بود. اون یک زن شجاعه. سلام آقای سهرابی. آقای سهرابی، دختر شما امروز معجزه‌گر مدرسه ما بود. خواهش میکنم. باورتون میشه؟ اون امتحانی دیکتهشو بدون حتی یک غلط نوشت. همه اینا رو مرهون زحمات خانم شفیق هست. امیدوارم که بتونیم جبران کنیم. با اجازتون. آقای سهرابی، ملیحه میگه شما امشب نگهبانی. درسته؟ نگران نباشین خانم. ملیه فقط یه 3-4 ساعتی تنها میمونی. خب کارم هم اینه دیگه، باید عادت کنی. با اجازتون بیا بریم ملیه جان. من میتونم بچه رو ببرم خونه خودمون. مادرم خیلی خوشحال میشه. امشب بردیم، شبای دیگه چی؟ ببخشید خانم معلم، البته شما خودتون این چیزا رو بهتر میدونید. اگه ملیه ما بیشتر از این به شما عادت کنه، اون وقت نگهداریش برای من مشکل میشه. من بچه‌مو میشناسم. راضی نشین یه مشکلی حل بشه، یه مشکل دیگه جاشو بگیره. با اجازتون. اگر کارام داشتین زنگ بزنید. شماره منزل رو که دارید؟ ببینم، نگرانید برای همون چند ساعت تنهایی ملی هست؟ خیلی بیشتر از چند ساعت. خب نمیذاشتی تنها بره. چی کار میکردم؟ التماس؟ آره، کاش التماس کرده بودم.
این ملی جان، شامتو که خوردی زود بگیر بخواب. خب چشم به هم بزنی بابا میاد. باشه. اولا خونهشو بلد نیستم، دوما اون فقط معلمته، همین و همین. فردام که مدرسه تعطیل بشه اون میذاره میره پی کار و زندگیش. خیلی خب تمامش کن دیگه، میدونستم محبت های اون تو رو هوایی میکنه. تو هم این من ساده بدبخت، از یک کاه کوه میسازی. ببین دخترم، مادرت برای این با ما زندگی میکرد که زنم بود، زنم، مادر دخترم. تو هم برای معلمت فقط یه شاگردی، یه شاگرد، همین و همین. حالا دیگه من میرم، خداحافظ. میگم نمیدونم این دامنه بدون پروف چی از آب در میاد. چی گفتی مادر؟ میگم نمیدونم این دامنه بدون پروف چجوری از آب در میاد. خب پدرش اجازه نداد بیارمش. تقصیر من که نیست. پیدا بشه چی؟ خلید سلام. ببینم تو تلویزیون ببینیم، بچه ها میگن یه فیلم جالب داره پخش میکنه. نه قربانت، من حوصله‌اش ندارم. تو برو. حالا اگه الان خیلی نگرانی برو خونه، شاید تا جانشینت بیاد اتفاقی نیفته. چطور میتونم پستمو ترک کنم؟ اونم اولین شبی که نگرانی گذاشتنم. ایونی شب تولدشم. چی میخوای؟ الان میفهمم.
میگیرم. نکنه بازم خود نسیم اونداخه بازم ما رو بزنی. نترس، یک انتخاب رو ازش بگیرم. فرمانی جون، ببین چه قشنگ شده. فردا بهش بده. شب تولد و روز تولد که فرقی نمیکنه. چرا بعضی ها اینقدر سنگ دلن؟ چطور تونست شب تولد بچهشو تنها تو خونه بذاره؟ اینه که ما به هم عادت میکنیم شد دلیل؟ فرمانی جون، بیراه هم نمیگه. بالاخره چی؟ تو با این محبتات داری این بچه رو به خودت علاقمند میکنی. حالا اومدیم به دلیلی تو نتونستی این کار رو ادامه بدی، یا نتونستی هر روز این بچه معصوم رو ببینی. هیچ فکر کردی چه به سر این طفلک میاد؟ آخه این چه استدلالی که شما میکنید؟ حرفای شما مثل این میمونه که من یک کاسه آب به یه تشنه دم مرگ ندم چون بعدها آبی پیدا نمیکنم. مادر، بچم داشت از تشنگی میمرد. بچت؟ پروانه حواست کجاست؟ آخه اون که بچه تو نیست. بچه من نیست؟ چطور نیست؟ شما به کی میگید مادر؟ مگه مادر همون کسی نیست که بچه رو به دنیا میاره؟ خب مگه من این بچه رو به دنیا نیاوردم؟ مگه من این گوشت پوست خام و این فراموش شده رو به یاد همه نیاوردم مادر؟ هان؟ دخترم واقع بین باش، احساساتتو کنترل بکن. چرا؟ تو کی؟ چرا باید کنترلش کنم مادر؟ اون بچه مال منه، اون کشف منه، بچه منه. پدرش میتونه فقط مالک جسمش باشه، ولی روح و روانش مال منه، مال منه، مال منه. تو با خودت چی کار کردی عزیز دلم؟ تو تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوره، اما حالا میبینم این تویی که داری داغون میشی، این تویی که داری از بین میری. عزیز دلم، دخترم. اگه اوقات بزرگ بفهمه ما رو میکشه. خوزید کشه که یه بیترسی بفهم. ولی ممکنه خونه شون آتیش بگیره. نه ترس هم بخشون، فقط یه صدا میده و زده ترگش میکنه. بده برم کبریتو، بده دیگه. الو. بله، کی؟ سلام علیکم آقای سهرابی، حال شما چطوره؟ میخواستم خواهش کنم که خانم شفیق، البته اگه وقت میکنن یه سری به ملیه ما بزنن. بسیار خوب، چشم چشم. خواهش میکنم، خداحافظ. ب-
پدر ملیحه بود دخترم. ازت میخواست که بری به دیدن دخترت. مادر! فشنگ خونتون الان میسوزه. چی شده؟ میگه یه انبایی رو پشت ماتشی رو توش از اون باروته در بست کن. ملی ملی در بست کن. برو که همه این اتاق پر از مواد منفجره است. الان منفجر میشه. ملی در بازده میکنه. برو کنه بینم سعید تان تا برو پایین خون برد دستت میره. برو پایین تو. برو پایین تو. ملی ساکت. ملی جون، ملی، من اومدم، ملی خواهش میکنم درو باز کن، ملی من اومدم که همیشه پیشت بمونم، ملی دیگه هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه، عزیزم درو باز کن، نمیتونه صدای منو بشنوه، نمیتونه لعنت شما بچه هم چی کار کردی؟ ای خانم ما؟ بله شما ما مقصر نیستیم. شاید توی برق چیزی اتصالی کرده باشه. به ما چه مربوطه؟ از کجا میشه رفت رو پشت بوم؟ ولی خانم این کار خطرناکیه ها. خانم اونجا پر از مواد منفجره است. مگه نمیده درست داری خانم چی شده؟